با نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز شنبه 15 سرطان 1398 خورشیدی است که برابر می شود به 6 جولای 2900 میلادی. نخواست سرخط خبرها. افزایش تهدیدات امنیتی در شماری از ولسوالی های ولایت جوزجان. کشته و زخمی شدن 18 طالب در ولسوالی پشتونکوت فاریاب. و واکنش روسیه به توقیف نفتکش ایرانی توسط بریتانیا. مشروع خبرها با من محمود رسولی. با افزایش تهدیدات امنیتی در شماری از ولسوالی های ولایت جوزجان، نگرانی باشندگان این ولایت از افزایش ناامنی ها زیاد شده است. ولسوالی های قرقین، مردیان و درزاب این ولایت در حال حاضر در محاصره گروه طالبان قرار دارد و به گفته ولسوالان این ولسوالی ها احتمال حمله طالبان در این ولسوالی ها وجود دارد. اما سخنگوی والی این ولایت محاصره این ولسوالی ها را توسط طالبان یک شایعه عنوان می کند. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که از سقوط ولسوالی قشتپه این ولایت به دست طالبان 5 روز می گذرد، اما مقام های امنیتی تا اکنون برای واپسگیری این ولسوالی اقدامی نکردند. ولسوالی های قرقین، مردیان، درزاب این ولایت در حال حاضر در محاصره گروه طالبان قرار دارد. شماری از باشندگان ولایت جوزجان از موجودیت تهدیدات امنیتی در ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند. تهدیدات امنیتی در بعضی از ولسوالی های این ولایت وجود دارد و طالبان هر زمان که بخواهند این ولسوالی ها را مورد حملات تهاجمی خیش قرار می دهند. به گفته این شهروندان، وضعیت امنیتی به کلی در ولایت جوزجان خراب بوده و در اطراف و ولسوالی های این ولایت طالبان حضور گسترده دارد. آنان از ارگان های مربوطه خواهان یک عملیات گسترده در این ولسوالی های این ولایت هستند. در ولسوالی ها سقوط میکنه، خوارکم باید تامین و ولسوالی محکم باشه. ما محکم شده، ما امنیت شده میتانیم. اگر اونا سقوط کنن امروز یک روز نه یک روز ما هم سقوط میکنیم. یه تو نباشه دیگه. اگر امنیت چه سعی بگیرن دیگه. از دولت خواست داریم که همی امنیت چه سعی بگیره. ولسوالی درزاب قشتپه بسیار وضعش وخیم است. ما نگران هستیم و در شهر ما تاثیرات زیاد داره. مقصد دولت فروای از ایره ندارد، مصرفه خودشان است. مقصد کم متوجه باشن که همین ولسوالی یک چی نشن. در همین حال فریدون هنیق، سخنگوی والی ولایت جوزجان، این گفته ها را رد کرده می گوید که برای بهبود اوضاع امنیتی به طور جدی تلاش می کنند و تا اکنون در ولسوالی های قرقین، منگجک، مردیان، درزاب اکمالات صورت گرفته و نیروهای کمکی در این ولسوالی ها اعزام گردیده است. با گفته وی نیروهای امنیتی با مرور تازه آماده جنگ هستند. ما در همه ولسوالی هایی که تحت تصرف نیروهای امنیتی ماست نیروهای مجهز داریم. چند روز قبل کمانده های ما در ولسوالی درزاب اطرافان پیاده شده به خاطر جلوگیری از حملات دشمن و دیگر در ولسوالی های منگجک، مردیان، قرقین نیز نیروهای امنیتی ما اکمال شده، هم از لحاظ تجهیزات هم از لحاظ نیرو و هیچ تشویش وجود ندارد که دشمن بتواند در اینجا در این ولسوالی ها کدام دست. شماره از ولسوالان در ولایت جوزجان از بلند بودن تهدیدات امنیتی در ولسوالی های مردیان، درزاب و قرقین ابراز نگرانی کرده می گویند که این ولسوالی ها از چندی بدین سو زیر فشار تهدید بلند امنیتی قرار دارد و گروه طالبان در اطراف این ولسوالی ها با فراهم کردن تجهیزات جنگی آمادگی جنگ را می گیرند.
آنان کمبود نیروهای امنیتی و نبود تجهیزات را از جمله مشکلات عمده در این ولسوالی می دانند. با گفته آنان با توجه به حملات تهاجمی طالبان در مقاطع مختلف زمانی نیاز است تا تعداد نیروهای امنیتی در این ولسوالی ها را افزایش داده و آنان را با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز نمایند. ولسوالی فعلا دشمن در صدد اعلان یکان تحرکات است. آمدن مسیرها را بند کردن سر ولسوالی. در تمام مردم از مسیر ولسوالی قید کرده از ولسوالی های مردم هایی که ولسوالی خماب میاد کردن میاد. یا را از مسیر ولسوالی نمیدارم که تشوا. همچنین نمیدارم که مردم بیایند در ولسوالی. چند دکان که در حریم ولسوالی بود و دکاکیل هم اختار دادن که بیاد برای این وجنات و مالشان کتشن. از مدت دو سالی طرف ولسوالی را مسیرش مسدود است. منتها یا تقریبا چهار روز میشه که اطراف نواحی ولسوالی را نفر جا بجا کرده. مسیرهای رفت آمد مردم را بند کرده. سه چهار روز میشه. موضوع پشتیفت سپس که در کمی بعضی تعدیدها ما توجه برداب کرده در اون که قدر تعدیدات هم نبود اون یادانه تعدیدات کس مسیر را بنده است کن عملیات را صورت نگرفته و مشکلات است که ما خلیم که باید یک عملیات تفصیل صورت بگیره در سطح اون شوالی برداب مسیر را دوباره باز شود برای رفت آمد نیروهای بیشتر اینجا اکمال شود از نیروهای سلاح سقیله و چیزا در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیره. این نگرانی ها از سوی باشندگان ولایت جوزجان و ولسوالان این ولسوالی ها در حال ابراز می شود که از سقوط ولسوالی قشتپه این ولایت به دست طالبان 5 روز می گذرد. اما تا اکنون مقام های امنیتی برای واپسگیری این ولسوالی از طالبان هیچ اقدام نکردند. در یک حادثه ترافیکی در شاهراه شبرغان مزار 18 تن کشته و زخمی شده است. مسئولین مدیریت ترافیک ولایت جوزجان میگوید صبح امروز یک موتر 9404 مسافربری با دو زرنج تصادم کرده است. در نتیجه این حادثه ترافیکی یک خانم جان باخته و 17 تن جراحت برداشته که 8 کودک نیز شامل مجروحین میباشد. علت این حادثه ترافیکی بی احتیاطی رانندگان گفته شده است. در یک رویداد ترافیکی در بزرگراه جوزجان بلخ 18 تن کشته و زخمی شده اند. محمد سرور خوشیوال عامر حوادث مدیریت ترافیکی جوزجان می گوید حوالی ساعت 8:30 صبح در یک رویداد ترافیکی یک زن کشته شده با شمول 5 زن و 8 کودک 17 تن دیگر جراحت برداشته اند. با گفته عامر حوادث مدیریت ترافیکی جوزجان این رویداد در نزدیکی میدان هوایی در بزرگراه جوزجان بلخ هنگام رخ داده است که یک موتر 404 از سمت مزار شریف به سمت میمنه در حرکت بود که با 2 زرنج برخورد کرده است. آقای خوشیوال می افزاید زخمیان این رویداد همه به شفاخانه ولایتی جوزجان منتقل شده اند که وضعیت صحی آنان خوب می باشد. اولی ساعت 8:30 بجه صبح امروز یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه شبرغان مزار شریف که در رئیسه نزدیکی میدان هوایی به وقوع پیوست از اثر تصادم وسایط نقلی موتر 404 که با یک 2 اراده موتورسیکل زرنج 3 چرخه آن روز تصادم قرار می‌گیرد و موتر 404 از سرک مجگوند و بعدن به تعداد 17 نفر مجروح 1 نفر شهید دارند. این در حالی است که چند قبل در یک رویداد ترافیکی در مسیر بزرگراه جوزجان بلخ 15 تن کشته و زخمی شده بودند. در اثر عملیات نیروهای قوای هوایی بالای طالبان در ولایت فاریاب 18 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین میگوید نیروهای قوای هوایی عملیاتی را در منطقه زرشوی ولسوالی پشتونکوتین ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه این عملیات 11 تن از افراد گروه طالبان کشته شده و 7 تن دیگرشان جراحت برداشتند.
در یک ضربه هوایی 18 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی گردیده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در یک تماس تلفنی به تلویزیون بیگ گفت روز گذشته گروهی از مخالفین مسلح دولت که میخواستند از منطقه زرشوی آزم جای دیگری شوند توسط نیروهای هوایی کشور مورد حمله قرار گرفتند. گفته می شود در این حمله هوایی که نیروهای امنیتی افغان بالای گروه طالبان در منطقه زرشوی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب انجام دادند، در نتیجه 11 تن از گروه های مخالف مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگرشان زخم برداشته است. آقای رضایی همچنان در سخنانش علاوه کرد که در جریان حملات یاد شده نیروهای امنیتی افغان چندین اراده موترسایکل و مقداری از سلاح‌های طالبان مسلح تخریب گردیده است. در منطقه زرشوی از مربوطات ولسوالی پشتونکوت یک قطار طالبا که به استقامت بکنم استقامت ازام بودن شکار قوای هوایی ما شدن. بالاخره در اونجا اجراءات صورت گرفتن بالای از اینا که در مجموع 11 نفر از صفگانهای طالب کشته شدن و 7 نفر دیگه هم زخمی. دیگه در دایی ضربه سلاح و وسایط دشمن هم که البته از نوع موترسایکل بودن همونا از بین رفتن. قماندان قطعه سرخ طالبان برای ولایت تخار کشته شده است. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید نیروهای قوای هوایی عملیاتی را بالای قرارگاه های طالبان در منطقه دوراهی ولسوالی بهارک این ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه این عملیات مولوی عزیز قماندان قطعه سرخ طالبان برای این ولایت همراه با 12 تن از افرادش کشته شده است و به افراد ملکی در این ساحه آسیب نرسیده است. قماندان قطعه سرخ طالبان برای ولایت تخار کشته شده است. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است نیروهای قوای هوایی عملیاتی را بالای قرارگاه های طالبان در این ولایت را اندازی کرده بودند که در آن قماندان قطعه سرخ طالبان کشته شده است. این عملیات که در منطقه دوراهی ولسوالی بهارک این ولایت بالای قرارگاه های طالبان را اندازی شده بود، در آن به شمول قماندان قطعه سرخ این گروه 12 تن از اعضای دیگر این گروه نیز کشته شده است. گفته می شود در این عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی در ساحه آسیبی نرسیده است. ولایت تخار از جمله ولایت‌های شمالی در کشور است که جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در بسیاری از ولسوالی‌های آن به شدت جریان دارد. در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت‌های کندهار و هرات 38 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند. گروه طالبان بالای پوسته‌های نیروهای امنیتی در ساحه شرقی ولسوالی خاکریز ولایت کندهار و ولسوالی کاروخ ولایت هرات حمله کردند که در نتیجه این درگیری‌ها 15 تن از افراد گروه طالبان کشته شده و 23 تن دیگرشان جراحت برداشتند. گفته می‌شود در این درگیری‌ها 3 تن از افراد نیروهای امنیتی نیز کشته شدند. 38 تن از گروه طالبان در ولایت هرات و قندهار کشته و زخمی گردیده است. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه تایید کرده است که شب گذشته گروه طالبان به سرکردگی ملا غوث الدین بالای پوسته های امنیتی ولسوالی کرخ ولایت هرات حمله نمودند. گفته می شود در این حملات به مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته و متحمل تلفات سنگینی شدند. در خبرنامه آمده است در نتیجه حملات یاد شده مخالفین مسلح دولت بالای نیروهای امنیتی افغان 9 تن از گروه طالبان که سرگروهشان ملا غوث الدین نیز شامل می باشد کشته شده و 15 تن دیگر از گروهشان زخمی گردیده است. همچنان در درگیری میان طرفین 3 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شده است. خبرنامه علاوه کرده است که یک درگیری شب گذشته نیز در ولایت قندهار صورت گرفته. این درگیری که بین نیروهای امنیتی افغان و گروه‌های دهشت افغان طالب به وقوع پیوسته است 6 تن از تروریستان طالب کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی گردیده است. گفته می‌شود در این درگیری به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. خبرهای خارجی هم بعد از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می‌گردد.
یونسکو شهر باستانی بابل در عراق که گفته می شود در دوران حکومت هخامنشی ها یکی از باشکوه‌ترین شهر جهان شده بود را در فهرست میراث جهانی بشر قرار داده است. این شهر 4000 ساله در چند دهه اخیر آسیب های فراوانی دیده بود. بابل که به علت باغ‌های معلق خود در فهرست عجایب هفتگانه جهان هم جای دارد، در طول تاریخ 4000 ساله گذشته فراز نشیب فراوانی دیده است. گفته می شود که عراق نیز از سال 1983 به دنبال ثبت این شهر در فهرست شهرهای باستانی یونسکو بود. یونسکو شهر باستانی بابل در عراق باشکوه‌ترین شهر در جهان شده بود در فهرست میراث جهانی قرار دارد. این شهر 14000 سال در چند دهه اخیر آسیب‌های فراوان دیده بود. یکی آن به علت حادثات قصری به فرمان صدام حسین و دوم به علت استخراج نیروهای ائتلاف و سرکردگی آمریکا. روز گذشته کمیته میراث فرهنگی جهانی یونسکو در آذربایجان تشکیل جلسه داد تا اسمای اخیر که به فهرست میراث جهانی به شهرت رسیده را اعلام کند. نمایندگان عراق از قرار گرفتن بابل در فهرست جهانی یونسکو استقبال کردند و آن را گوهر بر اهمیت این شهر و تمدن بین الهنر خواندند. یونسکو همزمان با افزودن نام این شهر به فهرست خود اعلام کرد بابل به شدت در شهرت شکننده قرار دارد و به عملیات بازسازی و حفظ ضرورت دارد. صدام حسین دیکتاتور سابقه عراق در دهه 80 میلادی بخش بزرگ از قسمت باستانی بابل را برای دیزاین قصر جدید تصرف کرد و دستور داد قصر بدیل دقیق بر خرابه های بجامانده از بابل ساخته شود. پس از آن هم موزیم ملی بریتانیا در سال 2005 رسماً اعلام کرد که نیروهای ائتلاف با سرکردگی آمریکا خسارات جدی به بخش باستانی بابل وارد کند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت محلی جبل الطارق و نیروی دریایی بریتانیا را محکوم کرده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که توقیف این نفتکش یک اقدام عمدانه برای پیچیده تر کردن وضعیت در خصوص ایران و سوریه است. دولت محلی جبل طارق میگوید نفتکش ایرانی به واسطه شواهد مستدلی توقیف شده است. که این شواهد نشان می‌دهد این نفتکش راهی پالایشگاه بانیاس سوریه بوده است که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است. در همین حال ایران توقیف این نفتکش را دزدی دریایی خوانده است. روسیه گفته اظهار نظرهای مشتاقانه مقامات ارشد بریتانیا و آمریکا درستی این ارزیابی را نشان می‌دهد. بیانیه وزارت خارجه روسیه هشدار داده که توقیف گریس ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد. در این بیانیه آمده مسئولیت پیامدهای منفی توقیف نفتکش ایرانی متوجه کسانی است که می‌خواهند کارزار نامشروع فشار حد اکثری بر تهران و دمشق را پیش ببرند، فشاری که از نظر روسیه نقض قطعنامه های شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران و آتش بس در سوریه است. وزارت خارجه روسیه گفته است که توقیف نفتکش گریس به شدت با سیاست اعلام شده بریتانیا مبنی بر حل بحران سوریه بر مبنای قوانین بین المللی منافات است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که نامزد نخست وزیری بریتانیا هم هست گفت مقام های ایرانی باید حاضر به گفتگو درباره راه حل بلند مدت شوند که هم موقعیت ایران را به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای هم صلح و ثبات را در سراسر خاورمیانه تثبیت کند. مرکز زمین شناسی آمریکا میگوید یک زلزله قوی با قدرت 7.1 ریشتر جنوب کالیفرنیا را لرزانده است. با گفته این مرکز این بزرگترین زلزله در جنوب کالیفرنیا در دو دهه گذشته است. این زمین لرزه در لاس وگاس، در نوادا و بورلی هیلز و پالم اسپرینگز در شرق لاس آنجلس هم احساس شده است. گروه های امداد منطقه در حالت آماده باش هستند، اما مقامات تایید کردند که فردی در این زمین لرزه کشته نشده است.
بنابر گزارش مرکز زمین شناسی آمریکا، یک زلزله قوی دیگر با قدرت 7.1 ریشتر شامگاه جمعه جنوب کالیفرنیا را لرزانیده است. این مرکز گفته است این بزرگترین زلزله در جنوب کالیفرنیا در 2 دهه گذشته بوده است. این زمین لرزه در لاس ویگاس، در نوادا و بورلی هیلز و پالم اسپرینگز در شرق لاس آنجلس هم احساس شده است. گروه های امدادی منطقه در حالت آماده باش هستند، اما مقامات تایید کردند فردی در این زلزله کشته نشده است. در برخی مناطق آتش سوزی های هم گزارش شده است. همچنین گزارش هایی از خسارات به خانه ها و زیرساخت ها منتشر شده است. زلزله شناسان گفتند زلزله ها در این مناطق همچنان ادامه خواهند داشت. زلزله جدید به نسبت زمین لرزه روز گذشته که در 240 کیلومتری شمال شرق لاس آنجلس و با قدرت 6.4 ریشتر گزارش شده بود از شدت بیشتری برخوردار بوده است. از آن روز تا کنون بیش از 100 پس لرزه در منطقه ثبت شده است. شبکه CNN آمریکا نوشته این زلزله قوی ترین زمین لرزه در جنوب کالیفرنیا از سال 1999 تا کنون بوده است. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.